این ویدیو ادامه ویدیو قبل در رابطه با فروش صنایع دستی در سایت آمازونه. شما در این ویدیو به صورت قدم به قدم یاد میگیرید چطور در پروگرام آمازون هند مید رجیستر بکنید و تاییدیه آمازون رو برای فروش صنایع دستی خودتون دریافت کنید. اگر ویدیو اول رو ندیدید ازتون دعوت میکنم اول ویدیوی قبلی رو تماشا کنید. اگر هنوز کانال آموزشی آمازون پرشین تیم رو سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو کلیک بکنید تا ویدیوهای آینده رو از دست ندید. قبل از اینکه وارد پروگرام آمازون هندمید بشیم بیان یه چرخی بزنیم در سایت آمازون و ببینیم که چه صنایع دستی در حال حاضر تو سایت آمازون داره به فروش میرسه اگر که بیایم در سرچ بار آمازون گزینه هند میت رو سرچ بکنیم آبشن های مختلفی رو به ما میده قسمت جواهرات که با دست تولید شده هوم دکور، کیچن اند داینینگ اسبابازی ها و گیم هایی که با دست تولید شده کلوتینگ اند اکسسوریز حتی در زمینه بیوتی هم یه, چیز، یه سری چیزایی رو به صورت دستاز داریم خب اجازه بدیم من رو بعضی از اینا کلیک بکنم مثلا قسمت هومندکور وارد این صفحه میشیم که در رابطه با در واقع شم هایی که دستاز هستن در رابطه با دکوریجاتی که دستاز هستن اگر که من روی این دکوری خوشگل کلیک بکنم یه چیزی هستش که با فلز و چوب درست شده و همونطور که میبینین 79 دلار قیمت داره فقط به دلیل اینکه دستساز هستش حالا برگردیم توی این قسمت آپشن های مختلفی رو به ما میده این ساعتی هستش که با دست تولید باش شده و چیزهای مختلف رو داره به ما نمایش میده همطور که میبینید در قسمت جواهرات زیورالاتی رو مشاهده میکنید که با متریال های مختلفی درست شده زیورالات عربی که اسامی حالا عربی رو میتونن درست بکنن به صورت سفارشی و و همینطور در قسمت کلوتینگ میتونید لباس های مختلف رو ببینید که به صورت دستاز تهیه شده و حتی در قسمت بیوتی هم ما یه سری پروداکت مشاهده میکنیم که اینها هم به صورت دستاز پروسش انجام شده حالا با یک نفر میتونه انجام شده باشه یا با گروهی کمتر از 20 نفر این در واقع پروداکت رو تولید کردند. خیلی از شما در رابطه با فروش تابلو فرش از من سوال می‌کنین یه سری حالت قالیچه های کوچولو دارین یا به صورت تابلو فرش دارید برای فروش و میخوایم بدونین که آیا در سایت آمازون امکانه این که شما بتونین این, این صنایع دستی رو به فروش برسونید هست یا نه مسلما میشه در سایت آمازون به فروش برسه اجازه بدین یه سرچی بکنیم در سایت آمازون یه ایده بگیریم ببینیم به چه قیمت هایی داره به فروش میرسه من گزینه کارپت وال آرت مید رو سرچ کردم در سایت آمازون مثلا این گزینه ای که به من داده این فرش کاملا پرشین هستش خودش هم در توضیحات نوشته که این پرشین راک هست و ولی این آقایی که توی تصویر میبینین ظاهرش یه آقای به نظرم چینی میاد میبینین که فروشنده های چینی دارن در واقع این فرش های ایرانی رو به فروش میرسونن خب همونطور که میبینید در سایت آمازون در واقع پروداکت های خودتون رو فرش هایی که تولید میکنید با قیمت خیلی خیلی بالاتری میتونید به فروش برسونید و مثلا این مدل فرش به قیمت 3380 دلار کانادا داره فروخته میشه و سرچمون رو ادامه میدیم میرسیم به یه سری دیگه از قالیچه های کوچیکی که داره به فروش میرسه چقدر هم زیبا هستن ولی فکر نمی کنم اینا هن مید باشن چون مبلغی که گذاشته 52 دلار مبلغ خیلی پایینی هستش برای آثار صنایع دستی خب همونطور که میبینید دیوار کوبهای های مختلفی رو مشاهده میکنید فقط من خواستم که یه ایده بگیرید از چیزهای صنایع دستی که شما میتونید در سایت آمازون به فروش برسونید که ببینید به چه ترتیب هست و میرسیم به این قالی بیزی شکت که به مبلغ 77 دلار داره به فروش میرسه مبلغ هستیش 89 دلار بوده و اینم هم حد میت هستش چقدر هم خوشگله و چقدر اینجا طرفدار داره همچین چیزایی و با قیمت خیلی خوبی شما میتونین صنایع دستی خودتون رو در سایت آمازون به فروش برسونید خب یه ایده کلی من میخواستم فقط به شما بدم از اینکه چه چیزایی رو میشه در سایت آمازون چه نوع صنایع دستی رو میشه فروخت وارد بخش آمازون هند مید میشیم در سایت آمازون اگر که شما گوگل کنید آمازون هند مید رو و یا اینکه در سایت آمازون گزینه آمازون هند مید رو سرچ بکنین شما رو هدایت میکنه به این صفحه و حالا ببینیم که این صفحه چی میگه و چجوری میشه صنایع دستی خودمون رو در این سایت به فروش برسونیم خب گفته که از هشتاد کشور مختلف داره صنایع دستی در سایت آمازون به فروش میرسه و همینطور عنوان شده که شما باید آرتیزن اپلیکیشن رو تکمیل بکنید و هیچ گونه هیدن فی و هزینه اضافی وجود نداره که شما ازش مطلع نباشید و همینطور در این قسمت ذکر کرده که شما حتی میتونید صنایع دستی خودتون رو تحت عنوان FBA آمازون یا فولفیلمنت بای آمازون به فروش برسونید. به خاطر اینکه در واقع آمازون یک فول م... فولفیلمنت نتورک خیلی پیشرفته ای داره و عنوان کرده که آمازون کار شیپینگ اوردر شما رو در دست میگیره و شما تنها کاری که نیاز هست که انجام بدین هستش که فوکس بکنید برای اینکه پروداکت ها و صنایع دستی بیشتری رو تولید بکنید همونطور که قبلا گفتم این گزینه برای افرادی پیشنهاد میشه که تعداد زیادی صنایع دستی رو از قبل آماده کردن و سرچ کردن و مطمئن هستن که اگر که فروششون رو فروش صنایع دستیشون رو شروع بکنن در سایت آمازون چهل پروداکت به بالا رو میتونن در سایت آمازون به فروش برسونن و اینکه قیمت فروش هر پروداکت هم متوسط به بالا هست قبل از اینکه رجیستر بکنید در قسمت هندمید آمازون میتونید بیاین سوالات پرتکرار رو در بخش فریکونتلی از کوسشنز ببینید و جواب بعضی از سوالات خودتون رو دریافت بکنید و ببینید که اصلا آیا این قسمت به درد شما میخوره یا نه و بعد بیان رجیستر بکنید سوال اول این هستش که هو can sell on یعنی چه افرادی میتونن توی این قسمت رجیستر بکنن و شروع به فروش بکنن و پاسخی که داده گفته که واقعا هیچ محدودیتی وجود نداره و هر کسی از سر و سر دنیا میتونه جوین بشه و این کار رو انجام بده این قسمت گفته که How do your fees work و توضیح داده که شما زمانی که رجیستر میکنین و لیست میکنین لیست کردن پروداکت هاتون به صورت فری هستش ولی زمانی که فروش انجام میدین از هر فروش دوازده درصد کسر میشه البته من الان توی سایت آمازون کانادا هستم و در آمازون امریکا به ازای هر فروشی که شما انجام میدین 15 درصد رفرال فی از مبلغ فروشتون کسر میشه و آمازون اون مبلغ رو میداره و گفته که زمانی که شما دارین رجیستر میکنین در نظر داشته باشین که باید پروفشنال سیلینگ پلان رو انتخاب بکنین و در حالی که این مبلغ برای افراد عادی که صنایع دستی رو نمیفروشن در سایت آمازون اگر که بخوان پروفشنال پلان رو انتخاب بکنن باید 29.99 دلار کانادا یا 39 دلار دلار امریکا رو پرداخت بکنند این مبلغ برای هندمید آرتیزن ها فری هستش و تا مدتی این مبلغ رو پرداخت نمی کنین شما سوال پرتکرار بعدی این هست که What do I need to do to create a handmade shop؟ من باید چه کاری انجام بدم که بتونم یک شاپ صنایع دستی داشته باشم و در پاسخ گفته که زمانی که شما در واقع اپروف میشه فروش شما فروش صنایع دستی شما درخواستی که کردین کانفیرم میشه اپروف میشه ما یه سری اطلاعات دیگه ای رو از شما میخوایم که شما رجیستریشنتون رو کامل بکنید اطلاعات دیگه مثل این هستش که در واقع ستاپ بکنید لوکیشن اون شاپتون رو به ما بگین که کجا قرار داره از کجا هستین یک بیزینس نیم بر خودتون انتخاب بکنید پیمنت متدتون رو مشخص بکنید با کردیت کارت نامبرتون رو و ما اون رو وریفای میکنیم و به محض اینکه شما کامل کردین رجیستریشن رو شما میتونید شروع بکنید به لیست کردن پروداکت های خودتون و بر خودتون آرتیزن پروفایل تشکیل بدین و استارت بزنید بیزینس خودتون رو سوال بعدی که پرسیده What categories are available on handmade؟ در چه کتگوری و چه بخشهایی من میتونم صنایع دستی ارائه بکنم در سایت آمازون همونطور که ما خودمون یه چرخی زدیم قبل از اینکه وارد این بخش بشیم در قسمت گوگل میت دیدیم که چه پروداکت هایی میش... میتونه به فروش برسه در اینجا هم توضیح داده که میتونه در رابطه با بیبی باشه بیوتی، پرسونال کر، کلوتینگ، شوز، هندبگ، هومندکور و زیورالات دستاز و چیزهای مختلف رو شما اینجا میتونین چک بکنین و قسمت بعدی در پاسخ گفته که شما هیچ ایرادی نداره اگر که شما قبلا به صورت ایندیویجوال یا به صورت پروفشنال سلر آمازون هستین میتونید توی این بخش هم رجیستر بکنید و پروداکت های خودتون رو صنایع دستی خودتون رو هم به فروش برسونید. سوال بعدی گفته که دو آی هاف تو ری اپلای سل این کانتری این سوال برای افرادی هست که در آمازون نیست غیر از آمازون امریکا یا کانادا دارن پروداکتات خودشون رو به فروش میرسونن صنایع دستی خودشون رو به فروش میرسونن مثل آمازون اروپا یا استرالیا و اینجا گفته که نه اگر که شما قبلا در آمازون کشور دیگه در حال فروش صناعی دستی هستین نیازی ندارین که ری اپلای بکنید فقط باید برید در قسمت سلر, سلر سنترال اکانتتون و تنظیمات مربوطه رو انجام بدید سال آخر I already applied what's the status of my application گفته من قبلا حالا اپلای کردم الان در حال حاضر وضعیت اپلیکیشن من به چه ترتیبه گفته که ما وضعیت رو به صورت یک ایمیلی به شما با یک کانفیرمیشن کد اطلاع میده خب من قبلا اکانت آمازون دارم پس بنابراین وارد اکانت آمازون خودم میشم و از اینجا به بعد رو راهنمایی میکنم که شما چطور میتونید در پروگرام آمازون هندمید رجیستر بکنید قبلا در رابطه با اینکه چطور میتونید آمازون اکانت داشته باشین سلر اکانت داشته باشین در آمازون ویدیوی رو من تهیه کردم در کانال یوتیوب هست که اون رو هم در زیر این ویدیو قرار میدم زمانی که شما سل آمازون رو دارید وقتی که لاگین میشین وارد آمازون سلر سنترال خودتون میشین و توی این بخش اون میایین روی گزینه از پروداکت کلیک میکنین و بعد از اون شما رو هدایت میکنه به این صفحه در این صفحه باید در واقع گزینه I'm adding a product not sold on Amazon رو کلیک بکنین به خاطر اینکه صنایع دستی که شما قراره به فروش برسونین صنایع دستی یونیکی هست که مخصوص شما از شما در واقع دارین این این دستی رو تولید کردین خب توی این بخش کتگوری های مختلف رو مشاهده میکنید که انتخاب میکنید ببینید که صنایع دستی شما تو کدوم که از این بخش های صنایع دستی هست در رابطه با بیبی بی هستش بیوتی هستش یا هومن کیچن هستش همه اینا رو بررسی میکنید و اگر گزینه ای که در واقع صنایع دستی شما تو هیچ کدوم از این گزینه ها نبود روی بخش روی گزینه آدر هند مید کلیک میکنی و منم این فرض رو میذارم که در واقع سرنایی دستی من تو هیچ کدوم از این گزینه ها نیست حالا باید یک اپلیکیشنی رو پر بکنیم یه سری سوالاتی رو از ما میپرسه بخش اول در رابطه با خودتون هست اسمتون، فامیلتون، ایمیل ادرستون رو باید وارد بکنید سوال بعدی از شما پرسیده What type of maker are you؟ چه نوع تولید کننده ای هستین؟ در پاسخ باید بگین که آیا تنها کار میکنید؟ آیا با کارمندانی کمتر از 20 نفر دارین کار میکنین؟ و یا به صورت مشارکتی، به صورت گروه مشارکتی دارین کار میکنین؟ یا هیچ کدوم از اینا؟ سوال بعدی Tell us about your work در رابطه با کالاتون ازتون سوال کرده که گزینه اول میگه که کالایی که من دارم صنایع دستی هستش گزینه بعدی میگه که نه یه کالایی بوده که من از قبل وجود داشته و من تغییر شکل بهش دادم و بعدی میگه که من کاستومایز کردم هرکه هر که هر از این پروداکت ها رو بر اساس درخواست مشتری و گزینه آخرم میگه من خریداری کردم این هندمید پروداکت ها رو از یک تولید کننده ای و میخوام که اونا رو به فروش برسونم در حال در واقع من تولید کننده نیستم یک واسطه هستم حال بعدی در رابطه با فرایند تولید و پروسه تولید کالای شما سوال میکنه بخش اول میگین که من خودم طراحی و تولید کردم بخش بعد میگین که من طراحیش رو انجام دادم ولی یک بخش کوچیکی از کار رو توسط یک کمپانی یا یک گروه دیگه ای انجام شده و بخش بعدی میگه که من طراحی کردم پروداکتم رو و اونها رو فرستادم به بیرون برای تولید یعنی فقط طراحیش برای شما بوده و قسمت آخر هم میگه که من نه این رو طراحی کردم و نه تولید کردم خب پس تو قسمت هنده چیکار کار میکنی دوست عزیز؟ <تصفيق> <تصفيق> بعد هم میپرسه که چند درصد از این فرایند تولید رو خودتون یا کارمندانتون انجام دادین که این درصد رو مشخص میکنین و سوال سوم در رابطه با پروداکتتون و پروسه تولید باید بیان یک متنی رو آماده بکنین و استپ بای استپ گفته که دیسکرایب بکنین بنویسین که چه, چه کارایی رو از ابتدا تا انتها انجام میدین و در توصیفتون باید بگین که از پروداکت شما از چه متریالی تشکیل شده چه ابزارهای تکنیکی رو استفاده میکنید در فرایند تولید و اینکه چقدر طول میکشه که این پروداکت تولید بشه و همینطور عنوان کرده که اگر که شما یه دونه پروداکت دارین بیش از یه دونه پروداکت دارین میتونین اون رو اون رو هم عنوان بکنین یا فقط فوکس بکنین روی مین پروداکتتون فقط در مورد مین پروداکت بنویسین در قسمت بعد از شما میخواد که سه تا فوتو از پروداکت خودتون رو آپلود بکنین و گفته که این عکس ها باید کیفیت خوبی داشته باشه میتونه عکس از فاینال پروداکت باشه پروداکتی که دیگه نهایی شده تموم شده فرایند تولیدش و یا اینکه عکسی باشه که از پروداکتی که هنوز فرایند تولید تموم نشده و تحت تولید هستش این عکس ها رو آپلود میکنین و تو بخش بعدی هم باز دوباره از شما میخواد که کتگوری که پروداکت شما هست رو انتخاب بکنین که بگین که در چه بخشی قرار گرفته در قسمت سمت راست هم عنوان کرده که اگر که شما نمیبینید کتگوری پروداکت خودتون رو در بین این کتگوری ها به این معنا هستش که اجازه ندارید این رو در قسمت هند میت بفروشین میتونید سایر بخش های آمازون رو چک بکنین ببینید در بخش دیگه آیا میتونید به فروش برسونید یا نه و یا اینکه در آینده دوباره چک بکنید ببینید شاید در آینده ما این کتگوری رو اضافه کرده باشیم قسمت بعدی سال کرده که چجوری با آمازون هند آشنا شدین باید مشخص کنید سوشیال مدیا بوده گوگل بوده یا از چه طریقی بوده متاسفانه توی این گزینه ها کانال آموزشی آمازون پرشین تیم رو ذکر نکرده این گزینه آدر رو انتخاب بکنین برای اینکه از طریق این کانال آموزشی با این گزینه آشنا شده قبل از اینکه سابیت اپلیکیشن رو کلیک بکنید باید اون مربع رو چک مارک بکنید و بگین که همه تایید بکنین همه اطلاعاتی که وارد کردین درست هست و مطابق با پالیسی کمپانی آمازون من بلافاصله بعد از سابمیت کردن یک ایمیل دریافت کردم که از من تشکر کرده برای اینکه توی بخش آمازون هندمید اپلیکیشن رو سابمیت کردم و به من کانفیرمیشن کود داده و گفته که اگر که میخوای میتونی استاتوس اپلیکیشنت رو چک بکنی با این کانفرمیشن کدی که در اختیارت قرار دادیم و همینطور تا دو روز کاری طول میکشه که ما بررسی بکنیم و بهت پاسخ بدیم که آیا همه چیز اوکی هست یا نه 24 ساعت بعد باز ایمیل دیگه ای دریافت کردم که به من تبریک گفته از اینکه اپلیکیشن من اپروف شده گفته که اگر میخوای تغییراتی رو اعمال بکنین باید برین در سلر سنترال اکانتتون حالا من باز میرم تو سلر سنترال اکانت و مطابق با اون برای شما توضیح میدم من در آمازون سلر سنترال هستم و طبق ایمیلی که برای من فرستادن در روی دکمه سیتینگ کلیک میکنم و همینطور قسمت اکانت اینفو این سفر رو به من نشون میده اگر که بیایم قسمت یور سرویسز سمت چپ این پایین نشون میده که ما در آمازون هند میت هم رجیستر کردیم و اگر که ما روی دکمه منیج کلیک بکنیم ما رو به صفحه دیگه هدایت میکنه که ما میتونیم در واقع تغییرات لازم رو, رو توی این قسمت ایجاد بکنیم خب توی این صفحه اگر که اکانت آمازون شما پروفشنال نیست و اندیویجوال هست میتونید آپگریدش بکنید و بنفیت های پروفشنال سلینگ پلان رو برای شما لیست کرده که چه بنفیت هایی خواهد داشت هرچند که خدمت شما گفتم اگر که شما تو آمازون هندمید فعال هستین و اکانتتون رو به پروفشنال تغییر بدین شما نیازی به پرداخت هیچ گونه هزینه ای نخواهید و حالا اگر که بنا به هر دلیلی شما تصمیم گرفتین که از Amazon Handmade خارج بشین میتونید قسمت Want to leave Amazon Handmade رو کلیک بکنید و بگین که دلیلتون برای خروج از Amazon Handmade چی هستش و دکمه Leave Handmade رو کلیک بکنید و به راحتی از این اپلیکیشن خارج میشین. دوبرام این اطلاعات مفید بوده باشه و بتونه به شما هنرمند عزیزم کمک بکنه که کالاهای خودتون رو در سایت آمازون به فروش برسونید صنایع دستی زیبای ایرانی رو که واقعا در هیچ جای دنیا نمونهش رو نمیشه پیدا کرد اگر که مفید بوده این اطلاعات ممنون میشم کامنت بذارین لایک بکنین شیر بکنین برای دوستان دیگه ای که بتونن بقیه هم از این اطلاعات استفاده بکنن مرسی که تماشا کردین تا ویدیوی بعد